اختیاری آوردن در منزل بهم دادن که گفتن روز سه‌شنبه پسرتون قصاص میشه، میتونین روز سه‌شنبه برین ملاقاتیش، آخرین ملاقات هم هست. چه کسی این حکم برای شما آورده آقای حدادی؟ دستگاه همون منطقه شاپور آوردش. حالا شما چه اقداماتی انجام دادید؟ اقداماتی من هیچ راهی ندارم. عرض کنم به حضور شما قوای قضایی باید جلوی حکم بگیری. اینا چهار نفر بودن قربونتون، چهار نفر. اینا یکی 25 سال 30 سال سن داشتنه، بچه من زیر 15 سال بوده، گولش دارن، گفتن توی جار به گردن بگه، ما 60-70 میلیون پول بهت میدیم، توی جار به گردن بگه. یه امرو نادونی خودشی جار به گردن گرفته، قوه قضایی و دیوان عالی کشور با همون قاضی که پرونده زیر دستشم بود، حقیقت هرچی گفتار بچه من این ننوشت، هر کی دل خودش خواسته نوشته. یه امرو بر اثر او دیوان عالی کشور هم همون حکم تایید که، قوه قضایی هم همون حکم تایید که، چندین بارم مراجعه کردم برای رضایت. هر کنون بازور شما زنی میزدم 110 میامد. هر کنون منم یک بار تا ساعت 12 شب نگرم میداشت، بعدم ولم میکرد میگه برو. برای چی 110 شما رو میبرسیم؟ برای که میگفت طرف میگفت آقا مزاحمم شده، 110 هم زنگ میزد میومد منم میبرد. یعنی خانواده مقتول این برخورد با شما میکردن برای اینکه شما تلاش میکردی رضایت اونها رو جلب کنی؟ بله. آیا به هر حال دیه مشخص شده که شما موظف به پرداختش باشید؟ نه قربان تو، حرف دیه اصلا نبوده تو کار. دیه این مشخص نشد. عرض کنم بازور شما اینا هم حقیقت رو عادلانه نبوده. بچه من زیر 15 سال 3 ماه هم کم بوده، گفتن آقا ما پول به نمیدیم، تو بچه ایتون احرام نمیکنم، بیا تو جور به گردن بگه ما کمکت میکنیم. یه هم روی دلیل حقیقت گول خورده جور به گردن گرفت. آقای حدادی شما به من بگو آیا محمد رضا وکیل داره و احتمالاً کسی وضعیت او رو پیگیری میکنه؟ والا وکیلم داشتم، یه آقای مصطفایی و خانم تماسبی وکیلش بود. قبلا هم که جلوتر که زمانی حکمم دارن وکیل نداشته، یه وکیل تسخیری داشت، وکیل تسخیری هم هیچ اقدامی رو نکرد. حالا شما موفق شدید که محمد رضا رو ببینید در این روزهای آخر و یا کجا نگهداری میشه؟ نه موفقی نشدیم. ما هر زمانی اومدم بیام ملاقاتیش، ملاقاتی میگم ندارم، برمیگشتم میرفتم. الان کجا نگهداری میشه آقای حدادی پسرتون؟ الان همون زندان عادل‌آباد شیراز قربان. والا خاصه من اینه که عرض کنم حاضر شما اولیای دم چون قصاص غیر عادلانه میخوا بکنه، یه گذشتی داشته باشه. عرض کنم مسئولین قوه قضایی هم باید عرض کنم خلان در نظر بگیرن. اینا چهار نفر بودن قربان کن. نه عرض کنم بچه من زیر 15 سال بوده حکم میخوام اجرا بکنم، چون بچه من ناتوان بودیم. ما الان مادرش سلطه به تو خونه افتیده، خواهش به علت همی گفتن میخواه برادر سهران بکنه، آتیش خودش زد، فلد اینجا افتیده. یه بچه دیگه درام 28 سال شد فلد اینجا تو خونه افتیده. حقیقت توانایی که رای ندارم بجز شما و خدا.